سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. چقدر از شخصیت واقعی خودتون اطلاع دارید؟ آیا اصلا خودتون رو میشناسید یا فکر میکنید که میشناسید؟ میدونید جنبه های مثبت یا منفی شخصیتتون چیه؟ در حالی که امروزه اکثر جوانان با وجود شبکه‌های اجتماعی فقط سرگرم گرفتن عکس و گذاشتن اون در شبکه‌های اجتماعی برای جمع کردن لایک هستن، عده کمی هستن که به فکر شناختن خودشون و شخصیت واقعیشون باشن. در این برنامه می‌خوایم 7 سوالی رو که شخصیت واقعی شما رو مشخص می‌کنه با همدیگه بررسی کنیم. لازم نیست به همه سوال‌ها پاسخ مثبت بدید. با خودتون صادق باشید. حتی اگر پاسخ این سوال‌ها رو هم ندونید، فرصت خوبی برای فکر کردن راجع به اونهاست. حالا با هم میریم سراغ این سوال‌ها. سوال اول: آیا به دیگران کمک می‌کنید؟ حتی وقتی کسی کمک کردنتون رو نمی‌بینه؟ اگر پاسخ شما مثبته، خب شما یکی از 7 ویژگی مهم و مثبت شخصیت موفق رو در خودتون دارید. اما اگر پاسختون منفیه، یک بار خودتون رو جای فردی که نیاز به کمک داره بذارید. شما هر وقت به دیگران کمک میکنید، در واقع فرشته‌ای از جانب خداوند در روح شماست و از طریق شما کمک خداوند رو به بندگانش هدیه میکنه. پس با کمک کردن به دیگران باید این وظیفه بزرگ الهی رو شکرگزار باشید. سوال دوم: آیا به دنبال افتخار هستید یا میخواید فرد با ارزشی باشید؟ افتخار معمولاً با توجه دیگران به خود جلب میشه. شما با داشتن یک اتومبیل مدل بالا و گرون قیمت، توجه دیگران رو به خودتون میتونید جلب کنید و احساس افتخار داشته باشید نسبت به خودتون. اما چقدر برای دیگران ارزشمند هستید؟ مسلماً ارزشمند بودنتون به قیمت و مدل اتومبیلتون بستگی نداره. ارزشمند بودن یعنی ارزش آفرینی کردن برای دیگران. یعنی بودن شما در این دنیا باعث بهتر شدن دنیا بشه. باعث بشه زندگی یک نفر، دو نفر یا هزاران نفر دستخوش تغییر بشه. نکته جالب اینجاست که افراد ارزشمند ناخودآگاه افتخاراتی هم کسب می‌کنن، اما افرادی که به دنبال افتخارن هیچ ارزشی ایجاد نمی‌کنن. سوال سوم: آیا مغرور هستید؟ در راه موفقیت، توجه به خودتون، اهداف و رویاهاتون از مهمترین ارکان موفقیت و اولویت زندگیه. اما زمانی که این اولویت‌ها کمی بیش از حد میشه، تبدیل به اعتماد به نفس بیش از حد یا غرور کاذب میشه. افرادی که غرور کاذب دارن، خودشون رو بیش از اونچه که هستن میپندارن. این افراد یادشون میره کی بودن و چطور شروع کردن. اونها به طور موقت یادشون میره که از کجا اومدن و خود واقعیشون کیه. یادتون باشه، اگر هر وقت احساس کردید از دیگران برتر هستید، اگر احساس کردید ارزش وجودی شما بیشتره، اگر احساس کردید بیش از حد نیاز میدونید، بدونید در حال نزدیک شدن به غرور کاذب هستید. غرور خوبه، ولی نه زیادش. سوال چهارم: یادتون میاد از کجا اومدید؟ این سوال ادامه سوال سومه. اکثرمون بعد از مدتی یادمون میره کی هستیم و از کجا اومدیم. برای همین حس برتر بودن با توجه به شرایط امروزمون باعث میشه رفتاری غیر بالغانه از خودمون نشون بدیم. در دنیای کارآفرینی این ویژگی شخصیتی اگر به اون دقت نشه، خیلی زود تبدیل به یک ویژگی منفی میشه. اکثر کارآفرینان پس از موفقیت‌های پی در پی یادشون میره کی بودن و از کجا اومدن و چه کسانی در راه موفق شدنشون به اونها کمک کردن. لطفاً شما اینطور نباشید. سوال پنجم: به تلاش سخت اعتقاد دارید؟ با توجه به کتاب‌های تازه منتشر شده و خیلی از سخنان بزرگان امروزی، این شعار در ذهن جوانان جا افتاده که بدون سخت کار کردن هم میشه موفق شد.
نه عزیزان، اینطور نیست. هیچ فرد موفقی رو نمی‌بینید که بدون تلاش سخت، بدون روزهای بد، بدون ناامیدی در طول مسیر، بدون روزهای بی انگیزه و خسته کننده، تونسته باشه جایگاه بالایی در دنیای موفقیت به دست بیاره. اگر سخت در تلاش هستید، اما هیچ نتیجه‌ای نمی‌بینید، نگران نباشید. صبر کنید. روزای خوب در راهن. سوال ششم: آیا باور دارید بخشیدن بزرگترین هدیه شما به دنیاست؟ اگر موفقیتتون رو فقط در پیروزی و دستاوردهای خودتون میدونید، خیلی زود به سرازیری ناموفقیت‌ها نزدیک میشید. اگر به گذشته نگاه میکنید و زندگیتون رو سرشار از شادی و خوشبختی میبینید، اما زندگی امروزتون رو سیاه و سفید و یک نواخت، باید به خاطر بیارید که در گذشته بخشنده تر بودید و چیزهای بیشتری به دیگران بخشیدید. بخشیدن فقط با پول یا کالا نیست. شاید با یک لبخند، با زمان، با تحمل درد و دلهای دوستتون یا حتی دونه دادن به پرندگان پارک هم میتونه بخشیدن و دادن به این دنیا باشه. پس شروع کنید به بخشش. هر آنچه از دستتون برمیاد، قسمتی از اون رو به این دنیا ببخشید. سوال هفتم: آیا به چیزی بزرگتر و عمیق‌تر در این دنیا ایمان دارید؟ در آخر، مهمترین سوال اینه: آیا فکر می‌کنید زندگی همون چیزیه که می‌بینید یا شعوری پنهان و عظیم در این دنیا حکم فرماست؟ آیا زندگی فقط کار کردن، پول درآوردن، تفریح و پسنداز کردنه؟ یا میشه معنای عمیق‌تری از اون راجع به خودمون، وجودمون و این دنیا به دست آورد؟ هر آنچه که میتونید در این دنیا به دست بیارید. هر چه قدر میتونید به این دنیا ببخشید و یادتون باشه که مأموریت شما در این دنیا فقط به خودتون مربوط نمیشه. شما به این دنیا اومدید که هدفی بزرگتر و مربوط به کل مردم این دنیا به سرانجام برسونید. شما بی هدف در این دنیا ظاهر نشدید. نیروی در شماست که قرار دنیا رو برای تمام مردمش بهتر کنه و محل زندگی راحت تری ایجاد کنید که در ورای اون موفقیت شما در این زندگی پنهان شده. بی دلیل نیست که بهتون میگم شما واقعا وجودتون ارزشمنده. سوال من از شما سوال پنجم همین برنامه است. یعنی آیا شما به تلاش سخت اعتقاد دارید؟ آیا به نظرتون برای رسیدن به موفقیت باید سخت تلاش کرد یا بدون تلاش هم میشه به موفقیت رسید؟ پاسختون رو در کامنت ها بنویسید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. یادتون باشه دنیا پر از آدم‌های خوبه. اگر نمیتونی یکی از اونها رو پیدا کنی، یکی از اونها باش. پیروز و سربلند باشید.